شهر رمضان الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين، سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين. صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي. ماه در سینه آرمیده من، ماه در سینه آرمیده من، چه شود پانهی دیده من. یا صاحب الزمان تو دعا کن که مستجاب شود. أرنا الطلعة الرشيد يمن، آقا جان من که خواندم دعا ای عهد کجاست، روی والغرة الحمید من. از ظهور تو مرهمی جوید، دل زخم زبان شنید دی من.
يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا مولا جان آقای من می پرد صبح و شام دور سرت مرغ جان به لب رسیده من چلچراغ شب فراق تو شد اشک از دیدگان چکیده من بانگ یا صاحب الزمان دارد ناله از جگر کشیده من بانگ یا صاحب الزمان دارد ناله از جگر کشیده من یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمک الفدا و عجل الله تعالی لک الفرج برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و حضرت امام هشتم زینبین علیهم السلام و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات بفرستید. عرایز ما در نکات مهم جزء پنجم از قرآن که امروز تلاوت کرده اید یا تلاوت خواهید کرد خواهد بود. این جزء از قرآن که از سوره نساء می باشد حقیقتاً می توان گفت از مهمترین آیات درباره
ولایت اهل بیت علیهم السلام و در مقابل درباره دشمنانشون و اینکه حتی اون کسانی که ادعای ولایت اهل بیت رو می کنند چه نشانه هایی دارن و به این راحتی نیست این ادعا و باید نکات بسیار مهمی رو انسان رعایت کند، بیشتر در این باره تشکیل شده این آیات یا این جزء از قرآن، از این سری از آیات. شاید من مجبور باشم بسیاری از اونها را بگذرم، یا اگر اشاره‌ای می‌کنم فقط در حد ترجمه‌ای، البته همراه با استفاده از روایاتی که از اهل البیت علیهم السلام در این رابطه هست. باید زودتر تذکر بدم، مخصوصاً برای نکته اولی که عرض می کنم که آیات نسبتاً فراوانی رو در بر دارد نسبت به روزهای دیگر، چون هر روز ما یه نکته اگر عرض می کردیم یکی دو آیه شامل حالش بود، حالان که نکته اول امروز چندین آیه رو در بر دارد. عرض شد من در حد ترجمه ای که با استفاده از روایات اهل بیت هست مطالبی رو بیان می کنم، و باز با توجه به این که یک سری از آیات در قرآن مجید وقتی اشارش و خطاب ظاهریش یا جریانی که خدا تعریف می کند درباره بنی اسرائیل هست، یادمان باشد که پیامبر بزرگوار بیان فرمودند برای ما که هر چه اتفاق افتاده است تو بنی اسرائیل تو امت من هم اتفاق می افتد. لذا آیاتی که درباره بنی اسرائیل خیلی باید روش توجه بشه، چون شبیهش، اونم شبیهی که تعبیر می کنن اهل بیت به این که قدم جا قدم اونها میگذارید، یا این که برنامه شما و اونها مثل تیریست که به هدفی خورده، اون تیرهایی که با کمان رها میگردن و تیر بعدی که صاف تو پشت تیر قبلی میخوره، نه حتی تو اون خال سیاهی که قرار دادن. به هر حال بگم این دوتا تیر هر دوتاش به این خال سیاه خورده، نه، تیر دوم به تیر اول می نشیند. اینقدر می فرمان پیغمبر شباهت هست بین برنامه هایی که تو بنی اسرائیل اتفاق افتاده و برنامه هایی که در امت من اتفاق می افتد. با توجه به این مقدمه من آیات 48 به بعد از سوره شریف نساء رو خدمت شما عرضه می دارم. با توجه بیش از روزهای قبل انشالله دقت به این آیات بفرمایید. اول خداوند درباره شرک صحبت میکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. باید توجه داشت شرک وقتی صحبت میشه بیشتر ما تو
تو ذهنمون میاد یه خدا بگذاری پهلوی خدا. حالا اینکه اگر رو جمیع آیات دقتی بشه، الله حتی برای مشرکین سر جای خودشه، الله رو قبول دارن، مشکلی با الله ندارند. مشکل سر مرتبه بعده. اونا میگن خدایا ما قبول داریم، لذا میگفتن ما بت‌ها رو میخواییم، لیقربونا الالله زلفا، برای اینکه ما رو به الله نزدیک کند. خدا فرموده است اگه بناس به من نزدیک شوید واسطه رو چه کسی باید تعیین کنه؟ من خدا. تو حق نداری از خودت بیای واسطه قرار بدی، بگوی این واسطه است. خدا برای بنی اسرائیل آمد حضرت موسی را قرار داد به عنوان واسطه، و حضرت موسی طبق دستور خداوند حضرت هارون را قرار دادن به عنوان واسطه. وقتی میخواستن برن به کوه طور تو جریانه و وعدنا موسی 30 لیله، آمدن و حضرت هارون را قرار دادن. تا حضرت موسی رفتند و هارون تنها ماند، چی کار کردن بنی اسرائیل؟ تا حالا که خدا را میپرستیدن، بعدش هم میخواستن خدا را بپرستن، اما گفتن از این به بعد ما یه واسطه خودمون میخوایم درست کنیم. طلاواشون رو هم ریختن، یه گوساله ای ساخت سامری برای اونها، گفت حالا بیان واسطه را این گوساله قرار بدید، حرفی دارید با این بزنید، حاجتی میخواین با این بگون. اون قبل از این جریانات بنی اسرائیل تا مشکل داشتن با کی بر میرفتن حرف میزدن؟ با حضرت موسی. یا موسی میری خدمت خداوند، میری در کوه طور بر مناجات برای خدا، وقتی داری مناجات میکنی حاجت ما را هم بخوا. واسطه کیست؟ موسی علیه السلام. اما حالا این آقایون اومدن کیا واسطه قرار دادن؟ گوساله را. این میشه شرک. خدا میفرماد من اگر بناس واسطه قرار بگیرد بین من و شما، من باید تعیین کنم، شما حق ندارید تعیین کنید. اگه حق تعیین برای خودتون قائل شدید مشرکید. میفرماد خدا من هر گناهی رو میامرزم، اما شرک رو ممکن نیست. کسی بخواد خودشو بگذاره پهلو من، هرگز نمیامرزم او را، هرگز نمیامرزم او را. پایین تر از شرک هر گناهی قابل آمرزشه. حالا دقت بفرمایید خدا چگونه داره مقدمه چینی میکند برای مطالب مهمی که بعد میخواد بفرماد. میفرماد اگر کسی مشرک به خدا شد، گفت خدا یکی انتخاب کرده، نه ما میخوام خودمون یکی انتخاب کنیم، این آدم افترا به خدا بسته، اونم افترای بسیار بزرگی بسته. بعد درباره افرادی حرف میزند که اینا خداشون رو میستایند، میگن ما خیلی خوب آدمایی هستیم، خودمون سرمون میشه کی انتخاب کنیم، یا فلان کس رو که انتخاب کردیم خیلی خوب آدمیه که ما انتخابش کردیم. حالا بیشتر مورد اول رو خدا صحبت میکنه که شخص خودش رو تزکیه کند، ما مشکلی نداریم. خداوند میفرماد اون کسی تزکیه شده است که خدا تزکیه کند و پاک کند او را. که حالا اینا همش اشاره داره من مجبورم بگذرم برای مطالب دیگری که میخوام عرض کنم. بعد میفرماد خداوند اینها لا یظلمون فتیلا، اگر بنا شد کسی خود ستایی کند، خداوند خب جزای او را خواهد داد، ظلمی هم به چنین افرادی نمی شود، سزای خودش نمی بینن. خدا به هیچ بنده ای ظلم نمی کند، حتی به اندازه فتیل. الله که حالا دارم تأکید میکنم روش، چون بعد یه سری کلماتی هست که این آیات باید دقت بشه روش و ارتباط دارد. خورما خوردید آقا، حالا دیگه ایامشه افطاری،
مستحب با خرما باشد و آب گرم. وقتی شما خرما را یعنی تناول می‌فرمایید، از نظر علم پزشکی این خرما ثقیله مقدار هضمش. خدا آمده است، این کار خدا تو همه جهت، سردی یا گرمی یا همه را اینا را تو چیزایی که قرار داده با هم قرار داده. مثلا یه مثال میزنم، زیتون و روغن زیتون فشار میبره بالا، در حالتی که برگش رو بجوشونین بخورید فشار آدم میاد پایین. خدا همه اینا رو با هم قرار داده. هضم خرما برای معده ما یه مقدار ثقیله، لذا تعداد بالا خرما آدم نباید بخوره. و برای اینکه هضمش راحت تر بشه، اون پوسته نازک رو هسته خرما هست که ما زود خرما رو هستش میاندازیم بیرون، نه، یه مقدار بمکیم تا این پوسته نازک جدا شه. این پوسته نازک خواصی دارد، یکیش هضم خود این خرماست. از آن جمله یه نخ مانندی وسط شکاف هسته خرما هست. اینو خدا، اینو عرب بهش میگه فتیل. این نخه را بهش میگه فتیل. شاید عرض میکنم تو لسان فارسی هم که شمع ما میگیم فتیله داره و اون فتیله شروع میکنه سوختن، از همین کلام گرفته شده باشد و از همین کلمه. خدا میفرماد من به اندازه این نخه وسط شکاف خرما هم ظلم نمیکنم به هیچ کس. حالا دقت بفرمایید، عرض میکنم ما این حس خرما فعلا بحث روش هست، امرو دنبال داره یه مقدار. بعد خدا دوباره میفرماید انظر کیف یفترون علی الله الکذب، ببین چگونه به خدا دروغ میبندن. و کفایت میکند این که اینا گناهکارانی باشن که دارن گناه میکنن به صورت آشکار. الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، اینجا به بعد ظاهر مالی بنی اسرائیل، باطنش مال امت پیغمبر. آیا نمی بینید و ندیدید که اون کسانی که قبل از شما کتاب بهشون داده بود، تورات خدا داده بود به اونها، یؤمنون بالجبت و طاغوت. جبت به بت میگن، حالا کاری نداریم که این کلام از کجا گرفته شده و جبس بوده است و بعد تبدیل به جبت در زبان عربی شده. و کسی که میاد از این جبت، از این بت استفاده میکنه برای سوار مردم شدن و طاغوت محسوب میشود، طغیانگر محسوب میشه در مقابل خدا. بنی اسرائیل آمدن ایمان آوردن به گوساله سامری و به سامری، به بت و کسی که بت را ساخت. و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، به اطرافیاشون گفتن اینا خیلی چیز بیشتر سرشون میشه و هدایت بیشتر شدن تا اونایی که هنوز باقی موندن به طرفداری موسی و دنباله موسی به طرفداری هارون. این ظاهر آیه. در روایات ما آمده است این آیات درباره جریانات بعد از پیامبره، کسانی که آمدن در مقابل اون کسی که خدا و پیامبر او رو برگزیدن، یعنی خداوند برگزید و انتخاب کرد و پیامبر اعلان کردن. هنوزم 6 ماه از این جریان نگذشته بود تو جریان قدیر خم تا زمان شهادت پیغمبر، حدود 70 روز، هنوز بیشتر از 70 روز نگذشته بود که اینا آمدند گفتن نه ما احتیاجی نداریم. به علی ابن ابی طالبی که خدا و پیامبر او را برگزیدن، ما احتیاجی نداریم، خودمون میام یه نفر را انتخاب میکنیم. یه نفر را اومدن علم کردن. اصل کار هم دومی بود
که امیرالمؤمنین اشاره رو بهش کردن، فرمودن تو بدوش که داری برای خودت میدوشی. حالا ادامش رو دقت بفرمان. و این که خداشون رو بیشتر میگفتن چی سرشون میشه تا بقیه. امیرالمؤمنین اطرافیان امیرالمؤمنین علیه السلام رو زیر بارشون نمیرفتن. بعد خداوند تبارک و تعالی در ادامه این آیات چنین می‌فرماد: اولئک الذین لعنهم الله. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. خدا اینا را لعنتشون کرده، هم تو بنی اسرائیل هم تو امت پیغمبر. مگه می شود پیغمبر ما از دنیا برود و هیچ کس را جای خودش نگذارد؟ این بحثیست بین دوتا از علماء، خود علماء اهل سنت. یکیشون از دیگری پرسید پیامبر وقتی از مدینه بیرون می رفتن کسی را جای خودشون می گذاشتن؟ می رفتن بیرون سر بزنن به مسلمانای اطراف مدینه؟ گفت بلی، بیشتر وقتا علی ابن ابی طالب را جانشین خودشون میگذاشتن تو مدینه ها میرفتن. گفت چرا؟ گفت خب به خاطر اینکه اگر اختلافی مشکلی پیش آمد علی باشد که جواب مردم رو بده. گفت چطور شد پس پیامبر برای دو سه رو از مدینه بیرون رفتن کسی را میگذاشتن برن؟ برای اینکه اختلافی پیش نیاد تو دو سه رو، بعد که این پیغمبر بناس از دنیا برن و دیگه برای همیشه بین امتشون نباشن کسی ها نگذشته. اون عالم دوم اهل سنت، خداشون بین خداشون بحث بود، ساکت شد. چی بگه؟ بگه نگذشتن؟ بگه عاقلانه نیست، برای دو سه روز کسی ها گذاشتن وقتی میخوان برای همیشه برن هیچ کسی نگذارن؟ بگه گذاشتن. خب کیه گذاشتن؟ کی بود این شخص؟ شما آقایون اقرار دارن به این که خلیفه اول و دوم و سومشون از جانب پیغمبر تعیین نشدن؟ اینا که خداشون هم اقرار دارن. خدا میفرماد چه تو بنی اسرائیل چه تو این امت، اولئک الذین لعنهم الله، اینا اعتقادات ما بچه شیعه هاست که نباید به هیچ عنوان سرسری بگیریم و بگیم گذشته است. چی گذشته؟ من پارسال شاید به همین مناسبت ها عرض کردم گذشته ای گذشته است، دیگه نباید کاریش داشته باشی که به حالای تو ارتباط نداشته باشه. این جریان نه به حالای تو، جریان ولایت امیرالمؤمنین تا قیامت تو و بهشتی شدن یا جهنمی شدن من و تو کار دارد. چی گذشته تمام شد؟ نگذشته است و نه تمام شده، ادامه دارد و خواهد داشت، هم برای من و شما هم نسل من و شما. چی به این راحت میام میگذریم؟ کدومه این آقایونی که میان میگن مال 1400 سال پیش از این بود تمام شد، تو موارد دیگر تاریخی به همین راحتی میان میگذرن؟ نسبت به خودشون کوچکترین ظلمی بشه بعد بعد از 10 سال 20 سال مگه فراموش میکنن؟ مگه میگذرن؟ مگه طلبی داشته باشن وصول نمیکنن؟ میگن من 10 سال پیش از این از شما طلبکار بودم، حالا دیگه خب 10 سال گذشته دیگه هیچی. تا برسد به بزرگترین حقی که تو این عالم از بین رفته است و به واسطه اون حقوق تمام من و شما و پدران ما و بچه های ما تا دامنه قیامت از بین رفته. مگه میشه گذشت؟ خدا میفرماد اینا لعنت شده منن و من یلعن الله، هر کس رو که من لعنتش کنم فلن تجد له نصیرا، دیگه یاوری نخواهد یافت و شما یاوری بهاش نخواهید یافت. ام لهم، دقت بفرمان اینجا را،
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. می فرماد آیا این افراد بر خودشون ملکی که در روایات هست یعنی ولایت، اون ولایتی که بر اهل بیت، اینا بر خودشون قائلن؟ اگر بنا باشد چنین باشد و به ظاهر حکومتی هم در دست اینا بیاید و امیر مردم بشن، فاذا لا یعتون الناس نقیرا، نقیرا. این کلمه را تو وزنش چی گفتیم قبلا؟ یه کلمه دیگه، فتیلا. دوباره خدا رفت سر حس خورما. این یکیشه کم تر دقت شاید کرده باشیم بعضیمون. خورما حسش رو تا خوردیم، خورما رو بعدم حسش رو مکیدیم، پوست نازکش هم برطرف شد، نخش هم همچنین. اون این طرفی که شکاف هست و نخ نه، اون طرف هسته صافه صافه، کیادش میاد چه حالتیه؟ یه حالت فرو رفتگی مثل یه نقطه داره تمام هسته خورما. من برای اطمینان بیشترم دوباره امروز رفتم تحقیق دربارش کردم که مطمئن بشم دیگه کم زیادی توش نیست. این نقطه فرو رفته را خدا اسمش گذاشته نقیر، عرب بهش میگه نقیر. خداوند میفرماد اینا اگه کار دستشون بیفته راسته یه نقیر، راسته این یه فرو رفتگی سر سوزن یا ته سوزن گردی که پشت حسه خورما هست به مردم نفعی نمیرسونن. وقت آقایون خودشون هم مدیون میدانن و اسلامشون هم مدیون میدانن، برن مدیون بدونن. خدا که میفرماد راسته یه نقطه به نفع شما نخواهد بود، یه نقطه. قرآن میفرماد به اندازه یه نقیر. یادتون نره این مثالی که خدا زد. خدا میتونست بفرماد کوچکترین، اما با رفت خدا خورما را شکافته و حس خورما را برای مادر رو ورده و این رو روش کرده، آیه فرو رفته جیه تو حس خورما را به ما نشون میده، میگه راستی این اندازه که یادت نره، راستی این اندازه اینا خدمت به شما نکردن. یه مثال، اگر برای یه کسی دقت بفرمون کدوم عاقلی میاد اینا امتیاز بهش میده، اگر برای یه کسی دم افطار یه شربت عسل بسیار خنک و گوارایی درست کردند و زعفرون هم زدن بهش، دیگه بهترین نوع شربت طبیعیه که الان میشه درست کرد. اما اون آقایی که درست کردین شربت را بدهد به شخص دیگر، یه سوزن برداشت سرش زد تو سیانور، از زد تو این شربت، مزه شربت تفاوتی میکنه؟ نه. بعدم این شربت رو به این آقای روزدار میده، روزدار خوردنش همان، مردنش همان، درست؟ تا مرد اولیاء این میت بیان یقه این آقا رو بگیرن که تو کشتی بچه ما رو، یه عده بیان جمعشن بگن آقا نگو این حرف رو، حالا کش که سری جای خودش کشته، شربت عسل داد به این مقتول شما. دیگه چه کسی شربت عسل میبینه تا این جنازه رو دید؟ کی؟ کدوم عاقل به این شربت عسل امتیاز میدهد؟ کجای دنیا؟
اگه تو این باب بخوایم صحبت کنیم، این آیات میگذره، وقت ما چنانچه گذشته است و داره میگذره. خیلی هم عذر میخوام من، البته نگذشته هنو رو حساب هر رو، امیدوارم خسته نشید، ادامه میدم. این نقطه یه را یادتون نره، این مثلی که خدا میزنه برای همیشه تو ذهنتون بماند در مقابل اون کسایی که میگن ناخدمتی کرده اند. خدا میفرماد راست یه نقطه پشت هست خورما، راست این فرو رفتگیه، به اندازه این فرو رفتگی اینا خدمتی نکردن. بعد میفرماد اینا حسادت ورزیدن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، حالان که خداوند فضائلی رو به اونها داده بود، به آل ابراهیم که پیغمبر باشن و جانشینان به حق پیغمبر، خدا کتاب و حکمت و ملک عظیم یعنی ولایت رو عنایت کرده است. ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. یه عده‌ای آمدن، فمن هم من آمن به، یه عده‌ای قبول کردند، ایمان آوردند که شیعیان اهل بیت باشن، همون وقت سلمان و ابازر و مثل اینها، و من هم من صدعن، یه عده‌ای اومدن خواستن جلوی این کار را بگیرن، نشست‌هایی داشتن، تو کعبه رفتن نشستن، پیمان نوشتن، پیغمبره می‌خواستن سر این کار بکشن، انواع و اقسام کارها کردن. کفا به جهنم سعیرا، خداوند می‌فرمانی آتش برافروخته جهنم برای اینا بس، و ضمناً روز قیامت که می‌شود من میندازمشون تو آتش جهنم، پوست بدنشون میسوزه، دوباره پوست نو میگم بیاد سر جاش و امر میکنم دوباره میسوزه، و همین کار مرتب تکرار میشود. اما اون کسانی که ایمان بیاورن به ولایت اهل بیت علیهم السلام، اونا برنامشون چنین خواهد بود. بعد میفرماد خدا تو آیه بعد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تو آیه 58 می فرماد امانت، امانتی که هست باید به اهلش برسه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. در روایات ما هست امانت ولایت اهل بیت علیهم السلام، این امانت باید به اهلش برسه. کسی اومد واسطه شد نگذاش به اهلش برسه، خیانتکار و خائن خواهد بود. تا میرسه به آیه 59، از معروف ترین آیاتی که تو ذهن همه ما و شماست، خدا دیگه صاف دست میذاره رو برنامه اهل بیت، اونا رو میگذره کنار پیغمبر و پیغمبر رو کنار خودش، که حکم پیغمبر و حکم ائمه همان حکم من است، اطاعت از اونها همان اطاعت از من است. 14 تا بعد از من خدا بیشتر نیستن، 14 تا بیشتر نیستن، یعنی حتی اولیاء دیگر الهی که مقام بسیار بالایی دارن و ما اونا را شفیع در خانه خدا قرار میدهیم، حتی اونها اضافه تر از این 14 تا نیستن تو این کار. خیلی خوبن،
عزیز خدا هستن، ولی این مقام را یعنی مقام ولایت کلیه الهیه را ندارن. فقط 14 تا هستن که هر حکمی به شما کردن واجب اطاعت کنید، 15 این نداره. دارم عرض میکنم هر حکمی ها، وگرنه پدر من به من گفت وایس نمازده به جماعت بخون، من باید وایسم نمازم به جماعت بخونم. پدر راستی اینقدر به من ولایت داره، اما به من گفت زنه دو طلاق بده، واجبه؟ پدرم قرآن دستش میگیره بگه به این قرآن واجب میکنم بر تو زنه دو طلاق باید بده، واجبه؟ هیچ مرجعی از مراجع شیعه و غیر شیعه همچون حکمی را قبول نداره. میگه ولایت داره، اندازه دارد ولایتش. ولایت کلیه الهیهی که تو همه امور است فقط مال 14 تاست. مثالش زدم، بعدم خدا مثال میزنه که اصلا نمیدونم من این مثال را شرحش بدم یا ندم. حالا بخونم این دیگه را، حالا تا بعدش را تصمیمش را بعد بگیرم، حقیقتا نمیدانم. آیه این آیه است، هممون هم حفظیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فقط اطاعت من، پیامبر من و اهل بیت، اونها اطاعتشون از اطاعت من گرفته شده. و السلام. فان تنازعتم فی شیء، اگر توی یه چیزی اختلاف پیدا کردید، فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. اگه اختلاف پیدا کردید که بعد از پیغمبر کی، خدا می فرماد اگه اختلاف کردین تو چیزی، چیز از کوچکترین موارده تا بزرگترین موارد، آقا تعارف نداره که بین مسلمون ها الان اختلاف است برای بعد از پیغمبر. خدا می فرماد اگه اختلاف پیدا کردین تو چیزی مهمتر از جانشینه پیغمبر چیزی داریم؟ نه. خدا می فرماد ردو، برگردید، ارجاع بدید کار را به من خدا توسط قرآن و به پیغمبر توسط احادیثش. ببینید ما چی گفتیم. وقت ما بریم ببینیم که پیغمبر ما درباره ریزترین موضوعات که ناخونا دست داد چه روزی بگی و از کدوم انگشتت شروع کن به کدوم انگشتت ختم کن حرف زدن، اما درباره جانشین خودشون حرف نزدن. کدوم عاقلی تو دنیا این حرف قبول داره؟ خدا می فرماد تو کوچکترین چیزی اختلاف پیدا کردید ردوه الالله، برگردید ببینید خدا چی میگه، رسول چه میگوید. اگه این کارو کردید ایمان به آخرت دارید، ایمان به خدا دارید. اگه گفتین نه ما چی کار داریم به خدا و پیغمبر، خودمون میخوام یکی انتخاب کنیم، پس شما نه به اون خدا ایمان دارید نه به آخرت ایمان دارید، هیچی یا قبول ندارید. بعد تو آیه 65 اینا همین تو آیات دنبال هم ادامه دارد. تو آیه 64 خدای اشاراتی میکنه برای آمرزش افراد که پیغمبر باید واسطه بشن. در آیه 65 میفرماد فلا و ربک یا رسول الله، به خدای تو قسم اینا ایمان نمی آورند و ایمانشون ایمان نیست مگر آنکه
وقتی تو یه حکمی میکنی تو جریانات اختلاف اونا هیچ گونه شایبه ای براشون نباشه، صاف بگن چش. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ندرد ناچاری چش، نه این که زیری بار، نه پیغمبر خیلی خوب میریم بگیم چی بگن، اما تا ببینیم به ضرر ما داره حرف شد، من که قبول ندارم. اینجا دیگه از خودمون حرف بزنیم، اگه به ما یه حکم قطعی از پیغمبر گفتن وقتی با یه کسی دیگه اختلاف داریم، بیان بریم پیش حاج آقا ببینیم چی میگن. حاج آقا که انشالله من آنیست از خودشون حرف بزنن، میخوان حکم خدا پیغمبر را بگن. وقت تا به ضررمون شد حکم و گفتن بله رو چیزی که شما دارید میگید حق با این آقاست، طرف مقابلی که میفهمد حق باش نیست چگونه است؟ آقا داره میگه بابا قرآن داره میفرماد مثلا تو مسئله ارث این چنین، مرد دو برابر زن. حالا خانم ها بگن من قبول ندارم، خدا هم فرماد ایمان دون ایمان نیست. پدر میتواند از سلس ماترک خودش برای بعد از خودش یه مقداریش را بهتره این کار نکنه، ولی اجازه دارد، میبینه مثلا یه بچه ضعیفتره، میگه از سلسم جدای از سهم الارث یه مقدار به فلان بچه‌ام بدین. بقیه بچه ها بگن ما قبول نداریم، ایمان ایمان نیست. خدا میفرماید ولایت پیغمبر و اهل بیت رو قبول داشتن خدا به زبون قبول نمیکنه، محک میزنه که اگر همچی چیزی شد و بنا شد خدا و پیغمبر حکم کنن زیر بار میری یا زیر بار نمیروی. البته اگر چنین شد زیر بار رفت و شخص تسلیم شد و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، این آدم آدمی که حکم پیغمبر را قبول کند اگرچه ببینه ظاهرش حالا به ضرر منه، میگم بله پیغمبر فرمان حق با اینه، چشم من کنار میرم، خدا اجر عظیم به این میده. و لهدیناهم صراطا مستقیما، تو راه مستقیمی که روزی 10 بار از خدا داره درخواست میکنه خدایا مرا به این راه هدایت کن، هدایتش میکند. حیف بگذرم کی خدا روز 10 بار دعایی که میکنیم اهدنا الصراط المستقیم را مستجاب میکنه؟ وقتی تو این امتحانی اختلافات قبول بشیم و زیر بار حکم خدا و پیغمبر برویم، اگر نه این دعا مستجاب نمیشه، حرف فقط. و دیگر این که خدا دوباره تأکید میکند وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
هم تو دنیا خدا اینا رو به سوی صراط مستقیم هدایت میکنه، هم تو آخرت با انبیا، با اولیا، به طور خاص با مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و اولادشون، و به طور دوباره خاص با حضرت بقیت الله علیه السلام چنین آدمی محشور خواهد شد. خیلی سخته که خدا این اجر را براش قرار داده، به این راحتی ها نیست. ممکنه تو بعضی از احکام بگیم بله هرچی پیغمبر به فرمان قبول میکنیم، حتی به این طور نباید باشد، چون آیه میفرماد و یسلمو تسلیما، وقتی حکم پیغمبر را قبول میکنن تسلیم محض، یعنی نه به طور درد ناچاری، یعنی به تمام وجود میفرمان این طور چش. مثالش هم عرض کردم، خدا بنابراین اسرائیل چه دستوری داد، شبیهش خدا برای ما میفرماد امت پیغمبر، اگه همچی دستور اومد چی کار این چی کار میکنید؟ خیلی کار سخته، اما نتیجش هم محشور شدنه با امام زمان علیه السلام. بحث من کامل تقریبا از جهاتی عوض میشه و میخواد وارد یه موضوع دیگری شود، اما انشالله برای اینکه خدا امیدواریم انشالله زبان روزه هستیم، خدا این حاجت رو برای همه ما روا کند به آبروی امام زمان علیه السلام، و نتیجش هم که محشور شدن به حضرت باشد در قیامت، انشالله شامل حال ما گردد. خداوند ما را تسلیم محض و واقعی خودش و اهل البیت علیهم السلام قرار بدهد. برای روا شدن این حاجت، برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام، یه صلواتی که خدا دونا شارژ بکند به اون بلندی بفرستید. اللهم صل علی محمد. آیه 86 از سوره نساء، بارها شنیده ایم، بازم میشنویم چون اهمیت داره. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. خدا می فرماد هر کس به تو خوبی کرد جوابشو بده؟ نه. اول می فرماد به احسن منها، بهتر از اون جوابشو بده، بعد می فرماد او ردوها، یعنی اگه نتونستی بهتر جواب بدی حداقل اندازه خودش جوابشو بده. سلام گفت، بگو سلام علیکم. بنابر شرایط خاصی سلام علیکم نمیشد بگی، فقط بگو سلام، حداقل به اندازش. بعدم خدا میفرماد بدانید من بر هر چیزی حسابگرم، یعنی روز قیامت که آمدی میگم فلانی به ده احترام گذاشت، چرا به اندازه احترام اون احترام نگذاشت؟ الله آیات 97 الی 100 از این سوره شریف، خداوند درباره مستضعفین حرف میزند. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خدا یه عده از مستضعفین روز قیامت میبردشون تو جهنم، اون مستضعفی که ایستاده باشد بهش ظلم بکنن بعدم منحرفش بکنند، بچه هاشو منحرف بکنن، خدا روز قیامت میفرماد که علم آیا زمین من وسعت نداشت میخواستی جا بجشی، میخواستی رفاقتت با این آدم قطع کنی، چرا رفاقتت ادامه دادی؟ ده نمیشد جواب نمیشه. خدا این نوع منحرف شدن، این نوع به استضعاف کشیده شدن و انحراف پیدا کردن را قبول ندارد، این نوع ذلت را قبول ندارد. بله اگر کسی مورد استضعاف واقع شد، نهایت کوششش کرد، به جایی نرسید، اون حکم دیگری پیدا می کند. و بعد خداوند در آیات 111 و 112 باز فقط دارم اشاره می کنم، می فرماد کسی اگر خطا کرد و خطای خودشو به عهده گرفت، باز دوباره این مشکل تو اکثر ماها هست کم و زیاد، گفت من فهمیدم اشتباه کردم، خدا استغفرالله ربی و توب الله. یه عده ما این طوریم، یه عده رو خدا می فرماد این طور نیستن، به عکسن. و من یکسب خطیعتن، خطاشو میکنه، او اثمن، یه گناهی از سر میزنه، ثم یرم بهی بریان، بعد میخواد بندازه گردنه یه آدم بی گناه، فلانی این کار کرد که من اشتباه کردم، خطاشو میخواد توجیه کنه به این طور که بیاد گردنه دیگری بیندازد، دوچاره تهمتی هم داره میشود. این چنین آدمی خدا می فرماد فقط احتمال بهتانن و اثمن مبینا، یک گناه بدتر و آشکارتری این آدم داره انجام می دهد. گناه کردی، خدا نگفته بیا تو روز روشن بگو، بیا بین من خودت بگو بله خدا اشتباه کردم استغفرالله، کسی هم فهمید بگو بله منم اشتباه کردم استغفراللهشم گفتم، نگو تقصیر فلانی بود، خطاهاتو به گردن دیگری مینداز. و اما هشتمین نکته، باز خیلی سریع میگذرم، خداوند درباره مؤمنین واقعی که اینا چه صفاتی دارن صحبت میکنه تو آیه 135 از سوره نساء. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اگه بنا شد چیزی رو بدن دست شما تقسیم کنید، درست تقسیم کنید. اگه بنا شد شهادتی بدید، درست شهادت بدید. اگر چه این شهادت دادن به ضرر خودتون، به ضرر پدر و مادرتون، که خداوند میفرماد حق عف به اونا نداری، اما تا میرسه به اینجا که پدر و مادر من نسبت به یکی ظلم کردن، منم دیدم، حالا اومدن از من شهادت میخوان، آقا پدرت این کارو کرد یا نه،
میتونم بگم پدرمه؟ ملاحظشو بکنم؟ ایده میفته زندان، ده اینقدر جریمش میکنن، ده بچه ما فلان جریمش میکنن، بکنن، اشتباه کرده تاوانش بده، زندانش میکنن بکنن، اشتباه کرده تاوانش بده، چون پدر شماست تاوانش نده و یکی دیگه بهش ظلم شه. اگه فکر کنیم رو بعضی این آیات، تمام وجود ما رو باید بلرزونه. خدا می فرماید اگر چه پدر مادرتن، من خدا گذاشتم برنامه اطاعت پدر مادر رو پلو خودم، احسان به اونا رو پلو برنامه عبادت خودم قرار دادم، اما تا میرسه به اینجا که پدرت ظلمی کرده، مادرت ظلمی کرده، بناس شهادت بدی بر علیهشون، حق نداری کتمان کنی. باید بگی مادر پدر، با تمام احترامی که برات قائل هستم، عذر خواهیم میکنم، ولی شما اشتباه کردی. وقتی چه برسه برای خودمون، چه برسه برای بچه‌هامون که ما داریم به قادری بچه‌هامون تو جهنم میریم به راحتی. بچه اشتباه کرده، بگو بله اشتباه کرده دیگه، چرا توجیه کنم؟ من بسه برای خودم برم جهنم دیگه، نخوام برای بچه‌ام برم جهنم. خدا تو قرآن میفرماد اول خودت دریاب، قو انفسکم، تا بعد میرسه بزنه بچه‌ت، اول خودت نجات بده. روز قیامت همینا از دست تو فرار میکنن، داد بزن بگو من به خاطر تو شهادت نابجا دادم و شهادت دروغ. اونا فرار میکنن که نتونه گناه رو گردنشون بندازی. این متن قرآنه، یوم یفر المرء من اخیه، همین آیات که تون مناجات امیر المؤمنین علیه السلام هست و بهتر این شبها نیمه شب کسی بیداره انشالله توفیق داشته باشد بخواند. خیلی کار بر ما سخته. تا میرسه به اینجا خداوند میفرماد فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، نکنه هوای نفس شما مانع از عدالت شما شود. و ان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. اگه بخند رو خودتون نیارین، بگذرونین یه جوری تو هم بشه برنامه است، معلوم نشه چی تو میشه، حق و ناحق بشه، خداوند میفرماد خدا که خبیره به اون چه که شما عمل میکنید. خبیر با عالم فرق داره، با خبیران است که ریز تمام مطالب رو میداند. خدا نمیفرماد من عالمم، تو اینجا میفرماد من خبیرم، یعنی اگه نگذری هیچ کس بفهمه خیانت کنی تو شهادت دادن و به نفع اطرافیان خودت یا خودت بر علیه دیگری کاری بکنی، بقیه نمیدونن، من که میدونم، بقیه قلب ده نمیخونن، من که میخوانم. مواظب باش ببین چه میکنی. خدا به حق امیر المؤمنین علیه السلام، همه خودم رو عرض کنم، هر کس هم خودش میداند، خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرماید. این آیات امروز رو اگر کسی تا حالا تلاوت نکرده یا حتی اگر تلاوت کردین، یه مروری برش داشته باشید حتما. یا ابا عبدالله، روز دوشنبه است، متعلق است به وجود نازنین حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیه السلام. امروز هم من متوسل می شوم به ذیل عنایت سبط اکبر حضرت امام مجتبی علیه السلام، که کار مردم مدینه ای که دیده بودن برنامه های پیغمبر را با پسر پیغمبر، بر اثر همین حق و ناحق یا با حرف نزدن و شهادت های به حقی که باید می دادن ندادن ها و غیره، کار برسونه به اون جایی که چنین جسارت هایی کنار قبر پیغمبر
به بدن پسر پیغمبر بشه، به اول ثمره خاندان پیغمبر بشه، گل سرسبد اهل البیت علیه السلام بعد از پدر و مادرشون حضرت امام مجتبی علیه السلام. قریب بزرگواری که الان چشم دلتون رو باز کنید میبینید که بر قبر مطهرشون هیچ سایبانی نیست. اون کسانی که رفتن مدینه و بعد از ظهر مدینه و بقیه رو دیدن میدونن من دارم چه عرض میکنم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. هر کس کریم اهل البیتن حضرت امام مجتبی دلاتون رو بردید مدینه و کنار بقی حاجتتون رو در نظر بیاورید و با توجه کامل یا وجیهن الله يا وجيها عند الله اون ملعون سوار بر استری شده بود و اطرافش رو رجاله های بنی امیه و بنی مروان گرفته بودن. وقتی دیدن بدن مطهر آقا روی دستای جوانای بنی هاشمه، خود سید و شهدا جلو دارن میان ایستادن، گرفتن مقابل آقا رو، نگذاشتن وارد مسجد النبی کنن بدن امام مجتبی رو. سید و شهدا فرمودن اگه میگید دفن نکنیم، دفن نمی کنیم بدن برادرم رو کنار پیغمبر، بگذارید بیاریم داخل دور قبر پیغمبر توافی بدیم بدن رو ببریم بقی. گفتن این هم نمیشود. کلام بالا گرفت بین بنی هاشم و اون ملعونه. یه وقت صدا زد بنی مروان بنی امیه، اینا از زودتر آماده بودن برا خون و خون ریزی و کشتن بنی هاشم، لذا امام مجتبی دستور داده بودن هیچ کاری نکنید شما. دستور داد بدن حسن رو تیر باران کنید. اونقدر تیر به طرف بدن مطهر آقا که وقتی آمدن سید الشهدا بدن عزیز برادر رو
از تابوت در آورند و به خاک بسپارند. یه وقت دیدن صدای ناله امام حسین بلند شد. وقتی نزدیک آمدن دیدن بدن آقا به تابوت با تیرها دوخته شده.